دکتر محمد همایون قویمی در 15 دسامبر 1951 در یک خانواده روشنفکر در افغانستان به دنیا آمده است. وی بیشتر از 30 سال زندگی خود را به کار در بخش‌های مختلف تحصیلی صرف کرده و اکنون ریاست پانتون ایالتی سنوزه در ایالات کالیفرنیا آمریکا را به عهده دارد. لطفا در آغاز در مورد خود و از اینکه فعلا مصروف چی هستیم بر ما معلومات بدهید. مکتب ابتدایی در مکتب مسعود سعد شهر نو بودم. مکتب نادریه را شروع کردم. بعد از اون مکتب تکنیک عالی بودم. از اونجا وقتی که صنف اول فاکولته انجینری بودیم بورس گرفتیم به پانتون آمریکایی بیروت. در اونجا لیسانس خود به رشته برق و کامپیوتر خلاص کردم. بعد از او به عربستان سعودی یک سال بودیم و یک دو سال ابودابی 1978 به امریکا آمدم. ماستری اول خود در قسمت انرژی هسته‌ای گرفتم. ماستری دوم خود در قسمت برق و کامپیوتر خلاص کردم. بعد از دکترا خود قسمت برق و کامپیوتر گرفتم و هم یک ام بی ای در قسمت فایننس گرفتم. پانتون ایالتی سنوزه از جمله قدیمی ترین و بزرگترین مراکز تحصیلی در ایالات متحده به شمار می رود که بالاترین رقم محصلان از سراسر ایالات کالیفرنیا و 100 کشور جهان در آن مشغول تحصیلند. آقای قیومی تا به حال 8 جلد کتاب و بیشتر از 85 مقاله نوشته و به چاپ رسانیده است. آیا افغانایی هم وجود داره که در یونیورسیتی شامل باشن و در حال درس خواندن باشن؟ بله، یک چند نفر محصلین از افغانستان هم داریم. البته یک تعداد زیاد افغانایی که مهاجر هستن و مقیم بیریا سان فرانسیسکو و هم از کالیفرنیا هستن، مالدار چند صد نفر هم از طبقه ذکور و اونا محصل افغانی داریم و هم پانتون ما و همراه دو پانتون افغانستان جمله پانتون هرات و بلخ ما رابطه داشتیم که یک تعداد در سال گذشته یک تعداد از استادای این پانتون ها در قسمت ژورنالیسم به پانتون سنزه استیت آمدن و هم استادای ما به همراهشان همکاری داشته. دکتر قیومی در راستای توسعه و پیشرفت جامعه افغانستان بخصوص نسل جوان افغان بر تلاش در راستای همکاری های دو جانبه میان موسسات خصوصی و دولتی تحصیلات عالی افغانستان و کشورهای خارج تاکید می ورزد. همکاری ها همیشه مهم است، حتی در خود امریکا پانتونا که هست با هم دا جایی که همکاری کردن میتونن و در سطح ارتقای علمی و هم امکانات زیادتر محصلین زیادتر می سازد. اما با افغانستان بسیار علاقه داشتیم که با پانتوناش رابطه نزدیکتر داشته باشیم و همکاری همراهشان شده بتانه و فعلا هم ما در قسمت همکاری باز کورس ها با پانتون امریکایی افغانستان در تماس هستیم و صحبت داریم که چینا و این همکاری ها را بتانیم با اونا شروع کنیم. آقای قیومی در کانفرانس های متعدد ملی و بین المللی شرکت داشته و روی موضوعات مختلف مباحثات انجام داده است. جناب قیومی صاحب، شما آرزو دارین که در افغانستان بتانین کار بکنین و روزی بتانین مظهر خدمت در داخل افغانستان باشین برای هموطنان شما؟ البته این آرزوی ما شما داریم. البته در جایی که هستیم کوشش می‌کنیم که چینا بتانن به افغانستان خدمت کرده بتانیم و به مردم خود یک مسئله خدمت شده بتانیم. البته آرزوی همگی و هر کدوم افغانان شما است. وی به جوانان افغان این پیام را دارد. پیام مهمیست خصوصا بر جوانان که کوشش کنند با تحصیل خود ادامه بتن. البته میفهم شرایط بر بسیاریشان مشکل است، لیکن تا جایی که میتونن خصوصا از نگاه آنلاین از هر نگاه طریقی که میتونن علم بیاموزن، نه تنها برای خودشان بلکه با فامیلشان، با شهری که هستن، با افغانستان عزیز و با دنیا میتونن مسئله خدمت شن. دکتر محمد همایون قیومی از سوی نهادهای دولتی و خصوصی مورد تقدیر و تحسین فراوان قرار گرفته و جوایز زیاد را نیز به دست آورده است. سمیر رسولی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.